اوکی. ردی فین، علی خوبی؟ بچه‌ها ردی فین، علی خوبی؟ مخلصی. در تو از تلفن خوشنیدم، خوبی؟ چاکرتم، لطفت قربونت. تعریف منو نشید. سلام. چه سیبیلای قشنگی باشه. ماما. سیبیلت چی؟ آها، اونا. ولش کن، ولش. راجع به اونا بحث شده قبلا. آقا حال میکنیم ما از شما اول بپرسیم یا شما هم ما بپرسیم؟ بله، ما بپرسیم. ما میپرسیم. شما آقا ما یه توضیح دیگه بدیم اینجا رو. بچه‌ها این مدلیه که ما این سوال میپرسیم، شما حق دارین که اگه با یه سوالی حال نکردین جواب ندید. قهوه‌شو ریخت. حالا نگو دیگه، تو کادر نیست. این گفت بی بی. اوکی، یه بار ما آقا قانون بازی رو توضیح میدیم. قانون بازی اینجوریه که ما پینگ پونگی از هم دیگه سوال میپرسیم، اول هدفمون رو مشخص میکنیم، یا شما دو نفر از وان میگین که میخواین از دو نفر ما یه سوال بپرسین، یا برعکس، یا من مثلا تارگتمو میزنم علی، میگم آقا علی این سوال منو جواب بده. این قانون بازیه. قبلش اعلام میکنیم هدفت کیه، بعد از سمت ما باید سوال جواب داده بشه، یعنی ما اصلا ردفور نداره، هرچی بگین جواب میدیم. ولی از سمت شما اگر 1% حال نکردین جواب یه سوالی رو بدین، یه آپشن دارین، اونم اینه که بریم سراغ حکمی که در ازاش باید انجام بدین. اوکی. آره، تا اینجاش که اوکی. ولش کنی پاشا میاد تو دوربین. من اجازه آره، دو تا سوالم آره، سوالم داریم دقیقاً. حالا به اونا میرسیم آخر سر. فعلا پاشا شروع میکنه. بریم سوال اول رو. سوالی که شما از ما میپرسیدم میتونید انتخاب کنید از جفتمونه یا از یکی از ماها. باش. اوکی. از سیویل پاشا. پاشا شروع کن. سوال اولی رو بپرسیم. آقا سوالا بعضی موقعا فانتزیه، مثل این اولی. فرض کنین که چیت کردن خب برای شما دو نفر یک بار آزاده، یعنی یک بار جفتتون به این دیل رسیدین که چیت کنین، سلبریتی که حاضرین این کارو باهاش انجام بدین چیه؟ سلبریتی در اشل دنیا. اوکی. هیچ گناهی هم نداره، با هم هم بیت کرده. یه بار این اتفاقه میتونه بیفته. اوکی. یه لیست فقط تشریف بدیم خودی از سلبریتی. هر کدومتون حال میکنید. لیست چیت میخواد تشریف بده. لیست چیت لیست میخواد. نه. این آخه مال یه سین فرنده. Never mind. I'm sorry. اوکی. از جفتتون داریم پرسیم. آره. جفتتون بچه ها. جفتتون دو کابنیا. هر جور رو شاید. بابدمون نمیاد. بگو. نه یه نمیگم. تو این رو بگو. بابا یه دو. A few minutes later. Megan Fox. After the weekend, it's hard. سوزا خاموش شد. نه من پسر رو بگم تا علی فکر نه بابا جدی جواب بده. جدی گفتم. جدی آقا جدی گفتی که سوزا مثلا هاته؟ بانو هایده. بود. آه علی داری جدی جواب بده. من جارد لتون هم کار میکنم. بله. اوکی. خب میخوای بریم سراغ بعدی. میریم سراغ سوال شما از ما. بفرمایید. آه آره اول تارگت تو بگو. اول این سوال برای جفتتونه. خب باید من میدونم خودم بگم اولی فردی بزرگترین انسیکیوریتی تون چیه؟ چیزی که تو خودتون مثلا اعتمادتون رو خیلی میاره پایین، بزرگترین چیه و بزرگترین چیزی که نسبت به خودتون خیلی اعتمادتون بالاست، دوست دارین راجع به خودتون جفتشو بگو. رخ آقا و سر چی؟ من تو انسیکیوریتی میتونه چیزای مختلف باشه، میتونه این باشه که مثلا گردنم زیادی درازه، میتونه این احساسی باشه که مثلا ترس از abandonment، نمیدونم میدونی چی میگم، یعنی انسیکیوریتی بیده.
ببین من حتما باید یعنی توی ظاهر باشه یا میتونه یه رفتاری هم باشه. نه دیگه، اما راستشو بگو، چیزی که واقعا اعتماد راست پایینه سرش، بدونی چی؟ آره. میتونه حالا اخلاق اصلا یه احساس من شخصا تو زبان خیلی اینجوریام، یعنی اصلا اعتماد به نفسم پایینه. میخوام یه جور صحبت بکنم، خیلی ها میگن شاید اوکی میتونی الان این حرفا رو بزنی، ولی خب اونقدر اعتماد به نفس ندارم این کارا رو بکنم. تو حالا دوباره افتادم که فارسی با یارو تاکسی ها حرف میزنی. من میخوام بگم آره. من البته اصولا اعتماد به نفسم کم نیست تو هیچ موردی، ولی من وقتی وزنم یک کمی زیاد میشه که خیلی هم پیش میاد، بلافاصله میره تو پهلوم. آره یعنی عریض میشه. آره من عریض میشم، اونم از پهلو دقیقاً. خب اینجوری دیگه شیپ گلابیه من توی اون دوران بدترین اتفاق برای من اعتماد به نفسم تو هر قضیه تو پایینه. چیزی که اعتماد به نفسم توش خیلی بالاست، حالا اگه دقت بکنی یه ذره انگل دوربین رو گرفتم بالاتر. آره الان چون دو قسمت شدیم خیالم راحته. خب چیزی هم که اعتماد به نفسم خیلی روکم و خیلی زبونم تیزه، اینو همه بهم میگم. من کلا منم راحت نظرمو میگم، یعنی مثلا ایده پردازی اینا میخوام بکنم راحت دارم. یعنی اعتمادت بالاترین نقطه‌اش ایده پردازیه، چیز دیگه یعنی تو یه جمع نمیترسم از ایده ای که دارم، یا مثلا همین تیکایی که میندازم تو میدونی راجبش صحبت میکنم. بعضی موقعا انقدر لوس و یخ و آشغاله. آره یعنی من اینجوری هم که میگم، یعنی مثلا اون چیزی. خب بریم سراغ تو. سراغ سوال ما علی از تو باید بپرسم. علی تارگت شد. علی تو قاضی هستی و باید رأی بدی. خب من تا جایی که میدونم به غیر از خودت 6 نفر دیگه جز گروه پایدار هستن، درسته؟ درسته. به این 6 نفر به 3 سالشون باید حبس ابد بدی. به 3 نفرشون شما غذا تو بخور. به 3 نفر باید حبس ابد بدی، به 2 نفر باید 1 سال حبس بدی، 1 نفر رو میتونی آزاد کنی، ولی اون 1 نفر تا آخر عمر نمیتونه موزیک کار کنه، میتونه گوش بده، نمیتونه دیگه موزیک کار کنه. اونا که حبسن که آخر نمیتونه موزیک کار کنه چجوری؟ اونا اگه بیان ببین چرا چرا تو زندان بالاخره میتونن کار کنن دیگه. یه ذره فانتزی سه تاشون حبس کوتاه مدت، یه نفر آزاد بدون موزیک. انتخاب کنی آدمو. یعنی چند تاشون حبس کوتاه مدت فعلا سه تاشونو بفرست حبس ابد. سه تاشونو بفرست حبس ابد اصلا. این دیگه بدترین آپشنه. اوکی. اینا بعد بچهای پایدار باشن. فقط بچهای پایدار به غیر از خودت. اوکی. بذار توی پرانتز بهت بگم که آپشن من حساب شخصیتش میام کدومش حبس بهتر زنده. ایمان رو بفرستم. ایمان نمیتونه بفرستم. اصلا در این عرفان رو باید میتونی قاعدتا روی سن باشه و اینا. من که خب میدونم حبس رو بهتر هندل میکنه. خب عرفان سینا دوتا دارا هم بفرستیم یه ذره مرد شه. سه نفر حبس ابد شدن، دو نفر بیچاره دارا رو دو نفر بهشون یه سال بعد حبس بدی، میان بیرون کار موزیکشون هم میکنن، یه سال بعد میان بیرون. پایا رو نفرسته بیاره، پایا رو هندل کنه. نه بابا پایا اصلا بچه خلافکاری هستش که بخواد حبس بره خودش. نگهشون خلافکاری خب دیگه اون دوتا. خب پایا اینا سه سالن الان، اینایی که دارم میدن. نه دو اینا یه سالن بعد میان بیرون، دو نفر. اوکی. خب بعد اینجا پایا مهتا. خب اون نفری که آزاد میکنی و ولی نمیتونه موزیک کار کنه که دیگه یه نفر. سکو نه. خب اونجوری پایا و ایمان، پایا و ایمان رو یک سال میفرستی، مهتار هم آزاد میکنی ولی موزیک کار. مهتار اصلا زندان علمی نیست بره خود چون دختره. خب دمت زندان زنان میره. اوکی. خب بریم سراغ سوال شما. میرم زندان. سوال شماره بعدی پاشا چی میخوری؟ به ترکی تموم شد. چی میخوری؟ کافی. اوکی بپرسم. If you could pick a soundtrack for your soundtrack زندگی تو سر چی باشه؟ اگه نه واسه تو زیدم
تو تینیجری، تو بچگی، تو بزرگی. اگه یه آهنگ برای به عنوان ساوند ترک زندگی، تیم سانگ زندگی برای هر کدوم انتخاب می‌کردین چی بود؟ الان تینیجری ببخشید. الان آهنگ اینترستلار هانس زیمر برای الان هم می‌ذاشتم، برای بچگی پلنگ صورتی می‌ذاشتم. برای نوجوانیم هم قطعا افشینو میذاشتم، فقط بهش نخوردم. گل هلکی یه مش داد، چجور بگم بچوری. ببینم این جوابایی که میدیم، این جوابایی که میدیم، تو گفتی پلنگ صورتی. من خب برای بچگی من نمیتونم مثلا دیسپرادو رو انتخاب کنم، چون تو ذهنم مثلا تو اون زمان. اما برای دوران کوچکیم دیسپرادو رو انتخاب میکنم. بره اون نرو مستم دیسپرادو همون چیز اونگه آنزانی بندراس میگی. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. آره دی آنزانی و بند شپر. برای آینده لئونارد کوهن انتخاب میکنم. آینده فرانک سیناترا رو آینده نبود تو؟ نه مال الان رو گفت. آها یعنی بچگی الان، فقط بچگی تینیجری الان. تینیجری پس دیسپرادو، بچگی آهنگ چوبین. آره بچگی ساوندترک چوبین یادتونه؟ شماها چوبین، کارتون چوبین رو یادتونه؟ بچه‌ای که فکر کنم خیلی سنده ارخان یادشه احتمالاً. آره برای الان تینیجری تو بگو. تینیجری رو گفتم دیگه، تینیجری دیسپرادو بود، بچگی رو گفتم. الان هم اگه بخوام انتخاب بکنم یه ترک ساوندترک برای الان زندگیم بخوام انتخاب کنم، اون آیتریکر آف یو رو انتخاب میکنم از جو باناماسا. اوکی. و بس هارت. اوکی. خب ما توسا رو تارگت کنیم با یه سوال فوق‌العاده. اونم اگر فرض کن، یعنی فرض نکن، بین وکالیستای دختر هم نسل خودت خب بدترین وکالیست کیه؟ ایرانی. آره ببین، شاید تو همه ی آدم ها رو نشنیده باشی، خب این خب طبیعیه. بین کسایی که شنیدی زیرزمینی، یعنی اونایی که همه غیر هم نسل خودتن دیگه. آره یعنی مثلا یه اون یه خواننده مال 15 سال پیش. یه نکته رو بگم قبل اینکه این جواب بدم. باشه، اولا اینکه جواب بده آسیسا، بانوان خواننده رو ساپورت میکنم. یو راک. من مشکلی که با تمامه، تقریبا تمامه دخترایی که آسیسا یه کلمه میگم، وایسا بعد توضیح، با تمام دخترایی که میخونن دارم اینه که چون که آدینس دارن و آدینس جواب میده، هیچکی دنبال این که وکالیست بهتری بشه نداره. یعنی من میتونم با تو شرط ببندم که 90% دخترایی که با رپرها میخونن یا ایندیویدوال میخونن وکال کوچ ندارن و نمیخوام بهتر شن و فالش و فولش و هر جونم بخونن میگن اوکی. در صورتی که سلین دیان هم حتی وکال کوچ داره، همه باید داشته باشن. این خیلی تو مخ منه. حالا بخوام بدترین رو بگم، یعنی کسی که اشتباه میخونه بیچاره نمیخوام بگم. میتونی بری سراغ جریمه ها؟ نه میتونم بگم، آخه خیلی هم کمه، من الان تو ذهنم 4 نفر بیشتر نمیخونم. بگی باحال‌تره. 4 نفر تو ذهنته؟ لامصب یه در نیست. 4 نفر بیشتر خواننده دختر تو ذهنم الان نمیاد که معروف باشه. اوکی. Oh my god, I don't know if I should say this to Ricky Mom, I don't want to say that. No, خیلی بد میشه. نه اینو همه دوستش دارن. اپروف چیپ نداره بابا، نظر تو همه بری دو نفر. بابا تو الان مثلا وکالی سپیکینگ، با اینکه خیلی این آدم صدای نوستالژیکی داره و خیلی دوستش دارن، خود منم نوستالژی دارم، اما نسیم منظر من اصلا نمیتونه وکالی یه چیز فالستو خیلی نازوکه. یعنی به عنوان وکالیست قوی، وکالیست قوی آیا دیگه ای طوریه؟ آبا سو کوتا؟ این مرزا بکنم بیشاره همون کردی، الان میان سر همون نه همه جمعه دارم.
همه جنبه ها واقعا اصلا ببین واقعا اینو بگم یک از دلایلی که این بازی ها رو داریم رام میندازیم تو لایو و اینا اینه که کمی واقعا همه جنبه هامون ببریم بالاتر یه با تو همه دنیا اما میگم من همه رو ریسپکت میکنم آدم نمیتونه کسی که معروف شده رو زیر سوال ببره چون کار آسونی نیست هر کسی نمیتونه نسیم شه هر کسی نمیتونه اینم تو لایو تو بزنه هایلایت اوکی بریم سراغ سوال شما از من یه چیزی رو اضافه کنم حالا واسه مخاطباتمون چیزی که میگه واقعا درسته یعنی شما یه دونه آهنگ پیدا من خودم خیلی اینترستد هستم توی صدای زن هستم کلمه خیلی دوست دارم و اون چون یه دونه آهنگ نمیتونی پیدا کنی که نسیم مثلا بازی کرده باشه خیلی با صداش بره خیلی بالا بره خیلی پایین یا مثلا از اول تا آخر یه دونه آهنگ رو اگه بخونه خب شاید خیلی جذاب نباشه میدونی چی بگم یعنی شاید نداره اصلا فکر نمی‌کنم آهنگی داشته باشه که از اول تا آخرش خوش کنه باشه آره. خیلی آره ایرانی ندارم و اینم مثلا ضعف به نظر من میاد آره ببین ولی اصلا پوینت اصلی سوال اگه داشتی حرف می‌زدی ببخشید واسه ضعف ولی داشتم میگفتم پوینت اصلی اصلا این مکالمه هایی که داریم می‌کنیم اینه که ببین انگار ما چهار تا نشستیم توی خونه خب داریم راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم صرفا تو می‌تونی سلیقه‌ت رو بگی آتوسا میتونه سلیقه‌اش رو بگه اصلا میتونه هیچ دلیلی هم نداشته باشه میدونی اصلا من به عنوان یه شنونده که هیچ نه خب من دلیلش رو دارم اصلا میخوام علمیش رو بگم آره میدونم یه دختر ایرانی هم هستش من که هیچ کدومشون پیدا نمی‌کنی یه دونه آهنگ کامل خودشون داشته باشن خیلی کم تعدادشون خب هیچ کدوم پیدا نمی‌کنی که مثلا واقعا اینجوری که آتوسا میگه وکال کش داشته باشه واقعا تمرین کرده باشه هر روز زحمت بکشه رو اون کاری که داره میکنه هیچ کدوم پیدا نمی‌کنی بنویسه هیچ کدوم پیدا نمی‌کنی بسازه می‌دونی فقط یه چیزی که هستش رو انجام میدن درسته اوکی لقمه جویده شده رو قورت میدن فقط باشه حالا بریم سراغ سوال شما از ما بریم سراغ سوال شما آره ریسپکت اما بهتر آدم بهتر بخواد که صدای زن معلومه خواننده زن بشی اول از همه در خیلی کار خوبه خب لتس گو ریسپکت تیم خب بریم سوال شما از ما آها بریم هیچ کمپانی پاشا پدر تو در میاد آقا من گفتم جواب نده بهت حکم بدم نه من اوکی میدونم احلقانه ترین کاری که برای یکی اساس رومانتیک انجام دادی بعدن چیز شدی اینو چجور مؤدبانه بگم زایه شدی احلقانه ترین کاری که رومانتیک انجام دادیم و زایه شدیم یعنی آفورد شده زایه شدی اند کرده تدیم زایه من نشدم هیچ وقت واقعیتش ولی خب کار احمقانه زیاد انجام دادم که زایه نشدم تهش میخوای یکی اونا رو بگم یه ویدیو درست کردم تولد یکی رو باش دوست بودم تبریک رفتم توی دبی زندگی میکردم موقع رفتم تو خیابون گشتم کلی آدم به زبونهای مختلف تولدش تبریک گفتن از کروات و نمیدونم مثلا بنگلادشی و اینا یه ویدیو 10 دقیقه‌ای شد نمیدونم چقدر شد براش فرستادم بعد کلی هم حال کرد سه روز بعدش هم به هم زدیم ولی خیلی حال کرد تو کلاً بعد تولد هم هم میخوره آره ولی خب این احمقانه بود دیگه من الان چیزی به ذهنم نمیرسه تو ادامه بازی ای به ذهنم رسید حتما بهت میگم یعنی حتما اگه به ذهنم برسه کاری کرده باشم که بعدش زایه شده باشم بهت میگم ولی خیلی ذهنم نیست چیزی که بخوام بهت بگم الان اوکی بریم آره ولی که از چیز نیفته بریم من به ذهنم رسید وسط بازی بهتون میگم آقا یه مقداری دیگه یه پرده میریم جلوتر ما سعی میکنیم بر اساس مهمونمون یک کمی رعایت کنیم ولی خیلی هم رعایت نمیکنیم چون سونه آدم رعایت کنی نیستیم آقا عجیب ترین جایی که میک لاف کردید کجا بوده؟ کلا؟ میتونید کلن جواب بدید میتونید کلن جواب ندید میتونید جواب ندیم بریم سوال ببین ما بعضی موقعا هم یه سری تریک کوئسچن ها هست که شاید ما اصلا اینو پرسیدیم که شما برین سر موضوع جواب ندید خیلی خب پس ما شما کاری که ما میخواستیم کردیم کانگراتولیشن خب بریم سراغ جریمه ها خب ببین اینا جفتشون جواب ندادن بچه‌ها من کرونا ندارم من نه اوکی از تلفنم نمیاد شروع کن پاشو تو بگو جریمه رو بگو جریمه زیاد داریم من به نظرم که تو بگو خب نه قرار بود انتخاب کنیم I saw your videos آره آره دیشب دیدی لایو دیگه ما
اولین گزینه رو به شما میگیم، اگر نخواستید انجام بدید یه شانس دیگه دارید، یعنی میری دومی، ولی دیگه بعد از اون شانس ندارید، یا باید جواب اون سوال رو بدید یا یکی هم دو تا. خب باشه، بود. منم اوکی. من داشتم سوالا میخونم، یعنی مردم حرفاشو نگاه میکنم. باشه. خب ما الان حکم اولو به شما میدیم. خب اگه حال نکردیم میریم سراغ حکم دوم، ولی اگه حکم دوم از حکم اول بدتر بود دیگه نمیتونیم برگردیم حکم اول. خیلی زبل میشه. اوکی میتونیم بریم حکم اول، ولی بین اول و دوم باید یکیشو انتخاب بکنیم. باشه بریم. میخوای واتساپ رو بریم، میخوای این یکیو بریم؟ یکو. آره یکو بریم. یا باید 5 ثانیه فرنچیز بکنید الان. What the fuck. خب پس به فکر یا یا بریم به زبان یه دونه موزیک قطعا علی، یه دونه بیتی چیزی اونجا هست که یه بیت خالی رپی چیزی باشه، خب یه بیت روش بذاری به یه زبانی که هیچ زبونی نیست، مثلا 10 ثانیه رپ بزن. آره مثلا the minus finest the finest. خودش علاقه داره علی جان بتونی یه کاری بکنی برای رپ. پاشم خیلی علاقه داره. بریم اینو بریم مورد تا نیه. یه چی میک اوت کنیم؟ ما هم حکم میدیم به تونا. بگو اپ نداره. اصلا خب کدوم بزنم؟ لذت شد. یه کولی هم اصلا چی میگم؟ برو بریم. سرش میاد. بس ژاپنی الان برای ترانه جامش بیا. چرا جامش میاد؟ بریم از شما به ما. این آخرین سوالیه که خودشون میپرسن یا نه یکی دیگه دارن؟ یه دونه دیگه هم دارن. سوال از چی آخرین سواله؟ اوکی لیت می سی. اینو از پاشا میپرسن. باشه باشه باشه. حتی نمیدونم تو فیلم ترسناک میبینی این کامبیز؟ هر از گاهی. آره اوکی پاشا. اگه که قرار بود یه فیلم ترسناک رو انتخاب کنی که توش بخوای سروایو کنی یا بعد اون فیلم رو بری توش، چه فیلمی رو انتخاب میکردی؟ چون پاشا بچه خیلی فیلم ترسناک دوست داره و نگاه میکنه. من یه فیلمی رو میگم که قطعا فکر کنم 90%-ای ندیدن این فیلم رو، ولی چون یه ذره داکیومنتری توریه توضیح هم نمیخوام بدم چون یه ذره بورینگ میشه، ولی از اباف سو بیلو. It wasn't my fault. حالا هر کار کرد. اگه بخوام توضیح بدم الان باید یه سر راجع به فیلم توضیح بدم یه ذره بورینگ میشه. یه داکیومنتری راجع به یه جای آندرگراندیه که توی پاریسه که کلا ماتی اون لوله ها رد. آره 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 آره. خب برو سراغ سوال آخری که ما بعد از شما بپرسیم، بعد دوتا سوال بعدیمون رو از توی چیز میپرسیم، درسته؟ آره آره. بپرس سوال بعدی بپرس. خب اینو بپرسیم. اوکی آتوسا به تو $1,000,000 آفر میدن، خب میگن که اگه این $1,000,000 رو یعنی قبول میکنی در ازای اینکه علی فقط یک بار یک فیلم پورن بازی کنه. من فقط یک بار. من اگر یک بار الان خودش میپرسه میگه تو اوکی میگیری $1,000,000 میگیری علی یک بار فقط یه فیلم
کاراشو انجام دوست داشت شخصو شدیه. آره یه میلیون دلار همو خودم نوش میکنم به علیه. لا بستم زمانت شما اینجا بابا بنده خدا میره سر کار کارش انجام بده. خودم انتخاب میکنم پشمالو. نه 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 توی نه اونا خودشون پروداکشنش قوی است. خودم پروداکشن انجام میدم من. من واقعا هیچ. آره بابا نمیدونم دلار رو برمی‌داریم یعنی. اوکی شما این پول رو گرفتید. تبریک میگم شما برنده 1,000,000 دلار شدید. خب بیاین جلو. شما حالا یه چیزی میگم پشت دوربین یهو دیدی یکی با چوب بالا سر خودم ترتیبش میدم. خب اوکی شما این آمایم باز کنیم. ای بابا خودم بلا ندارم چرا نکن خودم لایف پسپورده چقدر سوالای ما دارم این سوال آخریه یعنی چلنجینگ یه ذره. اوکی اوکی یو اسک. دوست داری که آدم جذابی باشی، هات باشی به اصطلاح، چخستا خوششون میاد ازت 100 درصد. همه چخستا یعنی یه رامیری تو خیابون بیافتن برات یا اینکه مایه دار باشی. یا and it's either or یعنی یا که خیلی پولدار باشی یا خیلی من خیلی جذاب باشم. منم جذاب ترجیح میدم. عیب نداره عیب نداره. اوکی دیگه بالاخره اوکی. میتونم سرور باشم. یه پول میخوای چی میتونم زندگی کنم دیگه. میدونی مثلا نون پنیر بالاخره میخورم توی روش. خب آقا رسیدیم به قسمتی که باید از دو تا سوال از سوالایی که میپرسن ازتون ما. آره بچه‌ها اینجا جاییه که بقیه هم درگیر بازی میشن. لطفاً تو کام لطفاً سوال بپرسید. ما این سوالا رو میپرسیم. اگر سوال خوبی نبود از بکاپای خودمون میپرسیم. میخوای سوالاشونو بگم خودم؟ خب منم میدونم چیه. مدال رل زدی. وا رل زدی. شما خواهرادن این دوست دختر دوست. آره من نوشتم اتفاقاً که اگه سوالی چیزی داریم یعنی بپرسیم. من فکر کنم 99% این بود که دیگه فکر کنم جواب دادیم. حالا بذار اگه اینجا سوال خوبی تو یه دقیقه آینده نیومد ما از بکاپمون میپرسیم حتماً. ما سوال پیدا نکردیم. اگه شما سوال ما داریم سوال میخوایم ببینیم بچه‌ها سوالشون چیه. بچه‌ها سوالا رو بپرسین. آره بچه‌ها اینجا شما بیاین دیگه تو بازی و میخواین اگه شما سوال آماده دارین اون دوتا رو اما بپرسین. سوالای شما تموم شه دوتا سوال ما بپرسیم و بیا 200 تا سوال پرسیدم. نه اینا به درد نمیخوره من دارم میخونم. از من داره یا تو خب بریم سوال سوال بذار علیرضا سوال علیرضا تو سوالتو بپرس شد کسایی که میشناسمو بپرسم ببینم کسی شاید سوالی داره اگه نبود این سوالا رو بپرسید. علیرضا بریم چرا پرهام اسمه ولی پشمام اسمه بیا رلت یا خواهرت وای اوکی خب نه اینم خوب نه آقا بریم سراغ اولی بذار من بپرسم دیگه اینا علی این به تو ربط داره خب اگه قرار بود تو اینستاگرام با یک احمق بازی معروف بشی مثلا رپرم نبود رپر نبود این کاراکترز رو بذار کنار قرار بود که با یک احمق بازی معروف بشی خیلی دیوونه بازی زیاد دیدی دیگه کدومو انتخاب میکردی که باهاش معروف بشی تو اینستاگرام کاتگوریای زیادی دیدی دیگه تو هم ترکیه دور بزنی زیاد آره من فکر میکنم بین این دوستان عزیز معروف می‌شدی خیلی هم پول در می‌آوردی. دارم این سوال رو پایین داشته باشی. حالا من یه دونه‌شون بود. حالا موافق نیستم با یارو فنش نیستم. خب ولی تو این کارو می‌کنی. ولی خیلی می‌خندیدم ویدیوهای اینو می‌دیدم. یعنی اصلا یادم میاد تو لندن با ایمان می‌دیدیم ویدیوهاشو یه دوستم داشت اداشو در می‌آورد. عین خودش صحبت می‌کنه من می‌مردم از خنده. خب چیکار خب یعنی تو اگر قرار بود از صفر یه کاراکتر دیوونه بسازی تو اینستاگرام اون کارو می‌کردی آره آره دی فوشو می‌کشیدی و دل ارس می‌خورد خب ارس می‌خورد ما رحیم و بین از سری حرام می‌کنم بین از سری یعنی خیلی خوب خوش زنه آره دین کار می‌کنم خب بچه ها شما اگه از اون بر سوال دارین یه سوال بپرسید ما هم جواب داریم نداریم بچه ها میتونید ما هم سوال بپرسید توی لایو اگه کسی کامنت میذاره اینم نه نه نپرسید
این سوال از پاشا دزدیدم. خب اما از آن خیلی سوال سختیه. ترجیحی عشق زندگی تو میت کنی یه سال دیگه بمیره یا هیچ وقت میتش نکنی تا آخر عمرت نمیره؟ ببخش من دارم این سوال رو میخونم. خیلی درد جواب بده بعد برای من تاریخ. آره میدونم من چون خودم این سوال رو در واقع خیلی بهش فکر کردم، ترجیح میدم که میت کنم و از دنیا بره، خدا حافظش باشه. ببین یه سوال اینجا من بنویسم، 1,000,000 بگیره تحفیت بده مدگر رو دیس کنه. آها خب من یه سوال داشتم مینوشتم ما پولا رو میگیریم. خب چی بود سوالتون؟ چی بود سوالتون؟ آها میگه که حاضری که هیچ وقت تو زندگیت عشق رو تجربه نکنی یا اینکه یه بار تجربه کنی ولی عشقت از دنیا بره؟ یه بار تجربه کنم ولی عشقم از دنیا بره. یه بار تجربه کنم از دنیا بره. اوکی تو چی جواب دادی؟ من هم همینو گفتم. خب آقا یه سوال اومد از توی کامنت ها، اینو دارم میخونم، حالا اگه میتونی باز دوباره جواب ندی بریم تو جریمه ها. به علی رفت داره، نوشته بودن واسه علی، نوشته بودن علی $1,000,000 $1,000,000 بود فکر کنم، $1,000,000 بود، $1,000,000 میگیری با صحت قبوله؟ آره من این سوالی که پرسیدن رو علاقه تو بقیه تو بخونه با سحر. چی سحر؟ کی سحر؟ سحر خواننده. سحر خواننده. خب حالا یه لباس سرچ کنم ببینم کدومه، مطمئن قیافه رو میشناسم ولی سحر. خب حالا من سوالو بگم، $1,000,000 بگیری با سحر فیت بدی توش آتوسا رو دیس کنی، توش بعد آتوسا رو دیس کنی؟ من میگم بکن لذتشو منو دیس کنی. $1,000,000 رو بدن دیگه، $500,000 براش کادو میخرم. چه التون جان جواب 500 که بابا نوشته اشتباه شد، نوشته اشتباه شد، نوشته نسیم. آها نوشته نسیم. $1,000,000 میگیری با نسیم فیت بدی مدگلو؟ اینو از سوالای کامنت هاست. با نسیم اوکی میدونی؟ با کی اوکی نیست؟ آره با اونم واقعا اوکی نیست بخونی، اما با نسیم اوکی. با نسیم نه. پس تو $1,000,000 میگیری با نسیم، اما یکی هست که اوکی نمیگم اونم کیه. یه نگم میکشم به پوست سلطان. خیلی خوب ما با این حساب سوال ما تموم شد. چرا این آخریو داریم دیگه؟ آها یه سوال دیگه هم بذار بپرسیم. یه سوال داریم از آتوسا بپرسیم. خب سوال اینه که یک هفته با آوریل باید بری وکیشن یا اینکه انتخاب بکنی که تو یه دونه موزیک با بیلی آیلیش فیت بدی؟ یه هفته با آوریل رو بکیشن. مثلا فکر نمی‌کردم بگه. ما اصلا انتظارم چه جوابی نداشتیم. من آدم خوش گذرونی معلومه که یه هفته با آیدلم وکیشن. حالا میدونی بعد طرح این سال به این فکر کردیم که تو اگه فیتو بدی بعد شاید بتونی یه ماه با آیدلم. آره خب that's true. راست میگی شاید فیتو بدم بعد هم باختی. بار حالا چی بودم میگردی دوباره میره استوری میزه تو اینستاگرام. خب بچه ها بعد با آوریل کانکت میشم بهش میگم بیا بریم وکیشن. آره دیگه اصلا پوینت اصلی همین بود، تو در واقع گول خوردی. اما احساسی بخوام بگم واقعا احساسم سریم اینستینکت هم اینه که با آوریل برم. خیلی خب بچه ها دمتون گرم. یه اجرا بکنم در آره آره چون یه اجرای کوزی خیلی باحالم دورم دیگه داشته باشیم. و اوکی. آخه ما خیلی تمرین نکردیم چون دیروز معلوم شد قرار بیایم تو لایو. بعد دیشب تولد مهیار بود. تقریبا هیچ تمرینی نکردیم. ما سعی می‌کنیم که خیلی باحال همینش باحاله. فقط قبل اینکه می‌خوای قبلش آره دعوت کنم. دعوت کنن یه نفر رو. یه نفر رو دعوت کنین به صندلی داغ به رد لاین که بیاد میانمون رو دعوت می‌کنم. میانمون. نمی‌خوام بره الان خیلی زوده. چشم به اون فرخونه پر توده. خب آقا ایمان دعوت شد به خط قرمز، بریم سراغ اجرا. بریم سراغ اجرا. دمتون گرم. ای بابا همون آهنگر میرین؟ ها بیا تو هم توی دست تو برو جلو هستن. همون آهنگر رو میرین؟ آره نه اوکی بخواهی سرنوشت و آکوستیکش رو ارائه برو بریم. زیاد گفتم آمادگی نیست توش حتی اگه بمیرم هم فکر نمیره اصلا، زبونت میگه برو چشمت بمیگه من نرم، من فقط میخوام رو. ببخشید میشه کات کنی؟ حتی اگه بمیرم هم فکر نمیره اصلا، زبونت میگه برو
چشم دلی گران دارم، من فقط میخوام روی قلبت بشین اثرم، بهم نگو برو که میدونی بیزار رفتنم، بهم میگی برو ولی میخوای بمونم پیش تو، نگاهت میسوزونه من و تند آتیش تو، تاریک تاریک شب و میخوام تو همیشه، دل ندم به سرنوشت و عجیبی بازیشه، نفس تو مال من، نفس من مال تو، عوض بد باس من از تره قد باس تو، تختر حرفای من هر دفعه حرفای تو، شیرین تر از دفعه قبله، بگو کیم من باس تو، دارم هرچی میخوامو ندارم هیچ دردیدی، با ما تو هم دست تو بده بیو نقاشی کنی تصویری با ما، یه با دیدی فردا شب و ندیدی با ما، نیم تصویری میکنه ندینی، نه نه با این پرم بهتره ندیری، نه این شب و داریم و یه با دیدی رفت و پریدی رفت و تو اگه بمیرم هم فکر نمیره از سرم، زبونت میگه برو چشمت بمیگه من نرم، من فقط میخوام روی قلبت بشینه از سرم، به نگو برو چه میتونی بیزار رفتنم، به میگی برو ولی میخوای بمونم پیش تو، نگاهت میسوزونه من و تنده آتیش تو، تاریک تاریک شب و میخوام تو همیشه، به ندم به سرنوشت و هرچی که بازیشه. بعد سه تا اتمت که من اونجوری خیلی داده که دمتون گرم، دمتون گرم، مرسی که بچه خیلی حال داد، خیلی حال داد، خیلی حال داد، انشالله که هر جایی هستیم دوستتون داریم، آتیشی باشیم، انشالله خیلی مدیه ها رو در رو.